ولادیمیر پوتین میگوید متاسف است که شرکای غربی روسیه سعی دارند بار مسئولیت بسیاری از مسائل جهان را بر دوش روسیه بگذارند. آقای پوتین برای مثال از سوریه نام برده، میگوید به مخورده میگیرند که در سوریه نقاط اشتباه را هدف میگیریم، در حالی که هواپیماهای آمریکایی یک شنبه پیش کارخانه برق حلب را بمباران کردند. وی میپرسد هدفشان از این حمله چه بود و چه کسانی را میخواستند تنبیه کنند. رئیس جمهوری روسیه میگوید ایالات متحده در سوریه آمادگی همکاری با مسکو را ندارد. ما در سطح نظامی از ایالات متحده خواستیم جای محلهایی را که 100% مطمئن هستند که تروریست ها در آنجا هستند به ما بگویند، اما پاسخشان نبود. گفتند برای این کار آمادگی ندارند. بعد دوباره از آنها خواستیم اسم جاهایی را بدهند که نباید بمباران شود. باز هم گفتند نه، ما برای چه این کار را بکنیم؟ این مسئله شوخی نیست و من از خودم اختراع نکردم. همزمان وزارت دفاع روسیه در تایید اخبار امروز در ارتباط با پیشروی گسترده ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه در چندین نقطه از سوریه گفت در 24 ساعت گذشته جت‌های SU-34، SU-24 و SU-25 ما 88 موضع داعش در سوریه را در هم کوبیدند و به 86 موضع زیرساختی آنها در ادلب، لازقیه و حلب حمله کردند. اما ناتو معتقد است بخش زیادی از این حمله ها متوجه مواضع مخالفان بشار اسد می شود. سخنگوی ناتو امروز گفت حمله به مواضع اپوزیسیون سوریه مانع از تثبیت سیاسی آن کشور می شود. همزمان با انتشار اخبار پیشروی موفقیت‌آمیز ارتش سوریه در عمق مناطق تحت کنترل داعش، دفتر سفارت روسیه در دمشق صبح امروز هدف 2 موشک قرار گرفت. در مورد تلفات احتمالی این حمله هنوز گزارشی منتشر نشده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از این رویداد به عنوان یک اقدام تروریستی یاد کرده و میگوید این گونه حرکت‌ها برای ترساندن کسانی است که از مبارزه علیه افراط‌گرایان حمایت می‌کنند. در این حال ترکیه به ایالات متحده و روسیه هشدار داده است که به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد که جنگ سوریه باعث شود کردها در شمال غربی سوریه به مرز ترکیه نزدیک شوند و ادعای ارضی کنند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.